بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بحث می‌کنیم راجع به رابطه حس‌ها با مردم در مردم سفر. در این باره سه نظر در غرب اظهار شده. یک نظر این است که اگر حس نباشه دموکراسی هم نیست. یک نظر این است که خیر، اگر حس باشد دموکراسی نیست. یک نظر همین است که حزب لازمه دموکراسی هست، اما نه این حزبایی که الان هستن، بلکه باید در این حزبا یک تغییرهای اساسی انجام میگیره تا اینها منطبق بشن با مردم سالاری. اما اونهایی که میگوین که وجود حزب لازمه مردم سالاری است، یک رشته استدلال ها میکنن که اینها رو یک به یک برای شما عرض میکنن. یک استدلال این است که هر قشر اجتماعی دارای منافع مشترک، موقعیت مشترک در جامعه است، دیدگاه های مشابه دارند و اینها اگر متشکل نشوند نمیتوانند در اداره امور کشورشون شرکت بکنند، حتی از طریق اینکه نمایندگی بدهند به منتخبان خودشون تا اونها بروند به نمایندگی اینها اعمال حاکمیت بکنه. پس کار هر حزب سیاسی این است که به شایی که همگون هستن اینها رو در یک سازمانی متشکل میکنه و اون تشکل سیاسی در واقع نمایندگی میکند از یک قشر اجتماعی یا چند قشر اجتماعی. این یک دلیلشون. یک دلیل دومشون این است که دومی شاید از اولی قوی تر است، اون که میگوین که غیر از این که در هر جامعه نگاه بکنید تیره ها و اقوام گوناگون وجود دارن، حتی وقتی هم که اینها نیست و همه از یک به اصطلاح قوم به شمارن، بنابر این که محل زندگیشون چه باشه یک اختصاصات محلی پیدا میکنن و اگر یک حزبای ملی نباشه که این مردم رو، مردم محلهای مختلف رو به سرنوشت کشور علاقمند بکنه، به تدریج یک حالت بیمیلی و بیعلاقگی به وطن و سرنوشت کشور به وجود میاد. پس حزب لازم است برای اینکه اون علایق محلی رو با علایق ملی سازگار بکنه و این علایق ملی رو همیشه قوی نگه بداره در بخش‌های مختلف یک کشور. نمی‌افتد. یک دلیل دیگرشون این است که میگویند در جامعه ها اونایی که به اصطلاح طرفدار تفکر طبقاتی هستند و طرز فکر طبقاتی، میگویند به این که در جامعه بورژوا کارش چیه؟ کارش با کلمه و حرف میگذرانه. پیش طبیب بری نسخه میده، میگه درد دین است و برانه علاجش کن. پیش وکیل دادگستری بگی لایحه می نویسه که بله این بلان اون. پیش معلم درس میگه و کلمه از پاکار به کلمه میگه، الفا یادت میده و بعد کلمات رو نوشتن و خواندن یادت میده. اما کارگر کار سرکارش با کلمات نیست، با اشیاء تولید میکنه. خب اگر این حزب نباشه یک افتراق بزرگ در جامعه وجود میاد، دنیای کار به کلی از اندیشه محروم میمونه و اونهایی که صاحب اندیشه هستند و فکر و اینها مخلا به طبع خودکامه بر جامعه حاکم می شوند. پس لازم است که اعضاب کارگری به اصطلاح باشند تا این اندیشه رو بیارن به طبقات زحمتکش و اون طبقات بورژوا را هم خوب بدن، قشرهای بورژوا را هم خوب بدن، با اینکه فکر نکنن اینا همه دنیا همش کلمه است، بدونن که یک تولیدی خورشون خوابشون اینا یه ده اصلا زحمت این چیزا رو می کشن و این کار رو احزاب میتوانن انجام بدن، غیر حزب نمیتوانن. این جریان بین دنیای کار و دنیای بیان رو به اصطلاح با هم ربط بده. نمی یک دلیل. یک دلیل دیگرشون این است که اگر این سازمانهای قشرهای مختلف در سازمانهای سیاسی نظم و انضباط پیدا نکنند، میشود تقریبا مثل کشوری که ما داشتیم و تازه وقتی انتخاباتش آزاد می شود یه اشخاص میان تو مجلس، هر کدوم فرد میخوان حکومت درست کنن، مشکل این باید اونو ببین، اونو ببین، تک تک نمایندگان باید ببینن،
فراکسیون درست کنند، این فراکسیون رو ببینن، اون فراکسیون یه حکومت تشکیل بشه. هنوز چند سواهی نگذشته باز این فراکسیون به هم بخوره، این بره اونو ببین، اون بره اون رو ببین، یک اکثریت رو بخوابونن، یک اکثریت بیارن جا. جامعه نظم و انضباط پیدا نمیکنه و این بلبشو بالاخره مردم رو آسیب میکنه. میگه اصلا ما از خیر این دموکراسی گذشتیم، یه دیکتاتوری بیاد ما رو زحمتا زندگی بکنیم، این چه مجلسی ما داریم، این چه دولتی داریم، هر سه روز یه دفعه حکومت. پس احزاب اگر نباشن همچه بلبشویی درست میشود. باید احزاب باشن تا این نمایندگان بدونن اونجا نظم و انضباط داشته باشن، وقتی حکومت رو در دست گرفتن با نظم و انضباط اداره کنن، جامعه هم خوب کنه به تدریج به نظم و انضباط. حالا یک دلیل دیگرشون این است که میگوین نگاه که بکنی قشرهای مختلف جامعه یکسان نمی نگرن نسبت به مفاهیم و اصولی، مثلا مثل آزادی. از دید بورژوا نگاه کنی، آزادی یعنی آزادی ابتکار و رقابت و این عنوان فرد بتوانه کارهایی که میخواد انجام بدهد و این چیزا. اما از دید کارگر که نگاه بکنی این نه اومانه نمیده، این مسئلهش این است که بیکار نشه، مزد غیر کافی بهش ندن، حداقل زندگیش اداره بشه، مسکن داشته باشه، بهداشت داشته باشه، اون چیزایی که لازمه زندگی یک انسانی است در شرایط به اصطلاح کمی درآمد. حالا پس اگر بخوان قانون گذاری کنن، قانونی که بورژوا طلب میکنه غیر قانونی که کارگر طلب میکنه. اینه که احزاب سیاسی کارشون این است که نمیگذارن نمایندگان این دو دسته در دو گروه افراطی با هم روبرو بشوند. این از این ور بکشه، اون از اون ور بکشه، اصلا جامعه رو بپاشن بره پیکارش. نه، یک تعادل و توافقی به اصطلاح بین اینها وجود میاد که قانون در این حالی که آزادی ابتکار و ابداع و این چیزهایی که بورژوا طلب میکنه به کلی از اون نمیگیرد، به اون چرا هم که کارگر بهش نیاز داره این بهش میرسونه. اگر حزب نباشه چگونه ممکنه این قشرهای این گونه دارای منافع و مفاهیمی که در سر دارن متضاد بتوانن به اصطلاح زندگی سیاسی با هم داشته باشن؟ بله، یک دلیل دیگر این است که میگویم گرچه آنارشیست ها حرف درستی میزنن، اگر شدنی باشد یک جامعه داشته باشیم که هیچ کس بر هیچ کس حکومت نکند و احزاب هم نباشند، مزاحمت نکنند، برای اینکه بخواه احزاب بخواهی نخواهی سازمان هایی دارن، هرمی شکل، رأسی داره، حاکمه، بدنی داره، پیروه. این سازمانی که به اسمش حزب در واقع بر جامعه حاکم میشه و این نباشه خب بهتر، اما باقبین هم باید بود. اگر همین سازمان ها نباشند، یه وقت این است که میگی قدرت اصلا در جامعه دیگه نمیمونه مزاحمت ایجاد بکنه، یه وقت خیر میمونه مزاحمت ایجاد میکند. اگر میگی نمیمونه، خب تجربه بکن ببینیم. شعار خوبی، حالا میرسیم به کمی دورتر، البته در فصل چهارم مفصلتر، گرچه در این شماره جدید که میاد مطلبی هم داریم راجع به این به اصطلاح زبان و بیان عامه پسند و عامه فریب. و اینا میگوین، اونا مخالفین این حرف آنارشیست ها میگن این یک چیز به اصطلاح فرنگی پوپولیستی است، این حرف شما یه شعار پوپولیستی، عامه پسند و عامه فریب است، بخواهی بذاری به تجربه قابل تجربه نیست. جامعه تصور بکنیم که تجربه بکنیم که اونجا هیچ اثری از قدرت و هیچ اثری از سازمان نباشه، چون بنابر تعریف آنارشیست‌ها سازمان مساویس با قدرت، قدرت مساویس با از خود بیگانه کردن انسان، پس انسان وقتی آزاد است که سازمان نباشه. حالا اون جامعه که شما میتوانید تجربه بفرمایید که ما ببینیم که بدون سازمان میتوانه زندگی کنه، شما شعار میدی، این قابل عمل نیست. یک شعاریست خب مردم خوششون میاد، بگی که یک جامعه ای ما میخواییم بسازیم که نه قدرتی باشه، نه دولتی باشه، نه پلیسی باشه، همه مثل بهشت زندگی کنن، هیچ کس را با کسی کاری نباشد. خب خیلی عالیست. اما این در بهشت ممکنه شدنی باشه، اونجا نیستیم ما فعلا، در این دنیا
این رو قابل تجربه نیست. شما نمیتونی بگی چگونه بسازیم چنین جامعه ای رو بدون قدرت. راه حل پیشنهاد نفرمودید. اگر فرمودید عمل کردید کجاست؟ به ما نشون بدید. ما ببینیم که این شدنی یا نه. و چون شدنی نیست، ناگزیر سازمان لازم است. خب حالا که سازمان لازم است، کدام سازمان بهتر از سازمان‌های حزبی که مردم را هم تربیت سیاسی میدهند و در امور بالاخره به نحوی از آنها شرکتشون میدن؟ بهتر از این است که حزب نباشه. و بالاخره یک باز از جمله دلایلی که میآورن بر ضرورت حزب، میگوین به این که اختلاف مطلق فساد مطلق میاره. از دو نفر دیگه هیچ نتونن با همین نقطه اشتراکی نداشته باشن، خب این دعواست بین اینا دیگه. دعوا چیه؟ کشت است و کشتار است و خون است و خون ریزی دیگه، فساد بلرزه. خب جامعه ای که هیچ مشترکات نداشته باشه که قابل تشکیل شدن نیست، اصلا وجود نمیاد. پس هر جامعه به وجود میاد یک اشتراکاتی داره. حالا ما چگونه جامعه را اداره کنیم که این اشتراکات سر جای خودشون بمانه، اختلافات کار رو نرسونه به جایی که به اصطلاح همون که قبلا گفتیم بکشه این از این ور او از اون ور. حزب کارش این است که اشتراکات رو نگه میداره، پاسداری میکنه، اختلافات رو هم به طریق منطقی با یک دیگر بر اثر بحث و گفت و شنود و این چیزا حل میکنه. به تدریج دائم بر مشترکات میافزاید و هر بار اختلافی پیش آمد این رو از طریق سیاسی حل میکنه، نه از طریق اهرامیش. این هم یک استدلاله. حالا استدلال، یکی از استدلالهای بسیار قویه این دسته از مردم، یعنی از اهل دانشمندان سیاست که طرفدار وجود احزاب هستند، میگویند که هر جامعه هم که بخواد به طریق دموکراسی اداره بشود هم محتاج احزاب سیاسی است، هم محتاج رهبران قوی است که جامعه رو بتونن اداره کنن. هر کدوم از اینها بخواد به نفع دیگری به اصطلاح بیشتر طرف توجه قرار بگیره، جامعه ضرر میکنه. اگر رهبران سیاسی اینقدر اهمیت پیدا کنن که احزاب بشون کل عدم، هیچ و پوچ، بی اهمیت، این میشود دیکتاتوری شخصیت ها، به اصطلاح در غرب معروف به بناپارتیست. یعنی یک دونه دیکتاتور و بالا به عنوان که این لیاقت دارد و چه دارد و چه دارد و نبوغ دارد و فلان، و تمام جامعه پیرو به او، وسط هم بگم فضولی به دیگران نیامده، هر سازمانی مزاحم اراده عمومی است، خلق این را میخواهد، خلق آن را میخواهد، مردم خون دادن برای اینکه این بشود، چون خونبهای شهدا اون شده، هر روز از اینها هر کس هم خواست این وسط نفس بکشه نفس میچینن، این میشود به اصطلاح از اونوری دیکتاتوری شخصیت. اگر بگیم که حزب همش سازمان، اگر سازمان باشد چنین است، اگر نباشد چنان است، سازمان همه کارها رو میکند، ده بیا، خب این سازمان به عنوان آدم که توش نیست که بیاد اداره کنه، معلوم باشه مردم بدونن به کی با کی طرفن. نتیجه میشود حکومت نالایق ها، جامعه ضرر میکنه. پس باید که سازمان های در این حال محل پرورش استعدادهایی باشن که اونها بتوانن جامعه رو اداره کنن. این دوتا با هم لازمن، هر کدوم نباشه نقصان است و جامعه صدمه میزنن. خب طبیعتا این کسانی که این نظر آخری دارن خواهی نخواهی یک دید انتقادی هم به احزاب سیاسی موجود دارن، خصوص اون احزابی که میگن اینا توتالیترن، کارشون این است که استعداد از این ور تحویل میگیره میاد توی حزب، از اون ور میره یک توفاله به اصطلاح آلتی میره بیرون که هیچ نیست، در دست حزب یه بازیچه‌ایه. نه، اونا میگن باید تحولاتی در احزاب سیاسی بشه. اینها که اینا رو شنیدید میگن ما اینا رو گفتیم، اما توجه بکنید شما، یک نظام دموکراسی که در او احزاب سیاسی بخواهن نقش خودشون رو در اداره دموکراسی انجام بدهن، لازم است که این احزاب 5 تا خاصیت داشته باشن. اگه این 5 تا خاصیت رو داشتن اون نظام میشود یک نظام مردم سالار، اگر نباشه هر کدوم کس باشه نمیشود. حزب سیاسی هست، ما خب ربطی به دموکراسی نداره.
یه چیز دیگه میگم. اونا اینا، یک این که اصول راهنمایی که پذیرفتن، مفاهیم اساسی که به اصطلاح این احزاب قبول کردن بر اون اصول ساخته بشوند و تشکیل بشوند یکی باشه، با هم سازگاری داشته باشه. مثلا فرض کنید که اگر همه احزاب تو فرانسه الان راست فرانسه پذیرفته باشن دموکراسی رو به عنوان نظام اداره جامعه، چپ فرانسه نپذیرفته باشه، خب این احزاب با هم در دموکراسی سازگاری نمی کنن. این میگه دموکراسی بله، اون یکی میگه نخیر، به هم میخوره چیزا. باید اینها عموما نظام رو پذیرفته باشن و اصولی که اون نظام ایجاب میکنه. مثلا راست فرانسه بگه من آزادی رو قبول ندارم، چپ فرانسه بگه من دارم، خب این نصف فرانسه میکشه به طرف آزادی، نصفش میکشه به طرف مخالفت آزادی، این دموکراسی از توش در نمیاد. دموکراسی وقتی میشود که جمهور این احزاب، همه این احزاب اصول راهنمای دموکراسی رو قبول کنن، خودشان به عنوان نظام بپذیرن. این یکی از خاصیت های احزابی است که بخوان در دموکراسی عمل کنن و اینا خوان عمل کنن یا وسالت است. به اینکه دو اینکه وابسته به یکدیگر باشن، یعنی هر حزبی توجه به این قضیه داشته باشه که اگه بخواد اون یکی رو حذف کنه خودش اینجا با مشکل طرف مواجه می شود، نره به پای اونجا که طرف مقابلش به کلی نیست و نابود بکنه، از صحنه ببره بیرون. چرا؟ برای اینکه نظام دموکراسی که لازمه اینه که جامعه بتوان انتخاب بکنه از بین میره. اون انتخاب که از بین رفت، طبیعتاً اون حزبی هم که به اصطلاح رقیبش از میدان بدر کرده بود آخر سر از جامعه در جامعه مورد نفرت و جامعه میشود، اون نظام دموکراسی از بین میره، اون حزب هم که میخواست به اصطلاح به دموکراسی خدمت کنه اون هم ضایع میشه، باطل میشه، میره به کارش. پس اینها باید همدیگر رو به اصطلاح نگه بدارن به عنوان اینکه در مجموع لازمه این ساختمانی هستن که اسمش هست دموکراسی. سوم اینکه یک تعداد ثابتی داشته باشن، هر روز یک دسته جدید خلق و صاحب وجود نیاد و دوام مثلا از جهت عده و محتوا و اینا تقریبا به هم نزدیک باشن. مثلا الان در فرانسه میبینید که در انتخابات این میشه 47%، اون میشه 53%، این حدود باشن. ولی مثلا فرض کنید یکی 90% جامعه باشه، یکی 5% جامعه باشه، این میشه نظام تک‌حزبی، دیر یا زود دموکراسی اونجا خواهد مرد. پس باید که به اصطلاح یه حالت تعادلی بین اینها باشه و بالاخره با دوام باشن. اینکه یه روز تشکیل بگن آقای حزب گلیست هست، دو روز بعد بگن نیست، یکی دیگه هست، چرا؟ این جامعه نمیتونه دیگه، هویت نداره، نمیدونه اصلا با کی طرفه. حالا عرض کنم به شما، و آخرین خواستش این است که هر حزبی ولی اون به یک قشری مربوط است و منافع یک قشر رو در نظر میگیره، یعنی عملا کارش این است که به اونا میپردازه، اما باید که نمایندگی از تمام جامعه بکنه. حتی وقتی که مثلا میگه که این قانون به نفع کارگرها باید امضا بشه، تصویب بشه، اجرا بشه، بعد این باید بتوانه ثابت کنه به مردم فرانسه که این قانون به نفع کارگر به در واقع به سود کل جامعه است. اگر این حالت رو نداشته باشه بگه من به کله پدر جامعه کرده، مثلا با کل جامعه کار ندارم، منم و این قشر، منم و کارگر، بقیه مرده شورشون برد. خب این تو جامعه نمیتونه با دموکراسی مثلا خوب کنه و عمل بکنه، چون در واقع این به جای اینکه بیاد به تفاهم سیاسی و اختلافات سیاسی از طریق مثلا سیاسی حل کنه، خیر رفته رو خط تضاد مطلق، یک قشری رو میخواد به کلی منافع بقیه رو بگه نیست و نابود که الا این بشود. این حزب با دموکراسی سازگاری پیدا نمیکنه. البته خب اون عذاب کارگری هم میدونید که مدعی هم که این دموکراسی یک پرمایشی است، دیکتاتوری بورژوازی است و در واقع حقوق بازی بیش نیست، یک پوششی است که بورژواها سرمایه‌دارا برای دیکتاتوری خودشون ساختن. بله ما نمایندگی از کارگری میکنیم، اما در نهایت هنوز اونا هم اونجا نمیگن که بقیه کله پدرشون،
مثل بعضی چیزهای ما که میگن هر کی مکتبی نیست سر به تنش نباشه، نه اونجوری نیست. میگن ما وقتی که طبقه کارگر حاکمیت رو پیدا کرد جامعه رو آزاد میکنه، بورژوا هم وقتی از اون خصلت سرمایه‌داری رو از دست داد میشه انسان، انسانیت خودش پیدا میکنه. پس در واقع به سود کل انسان داریم حرف میزنیم. بله، پس این شد حرف طرفدارای وجود احزاب و پنج خاصه‌ای که اونها شمردن برای اینکه حزب بتوانه در دموکراسی عمل بکنه. اونهایی که مخالفن، اونها میگن به اینکه خب دموکراسی وقتی بر اساس انتخاب، یعنی مردم میباید حق حاکمیت خودشون رو از طریق انتخابات منتقل کنن به کسانی که به عنوان نماینده انتخاب کردن. این اول یه در واقع چشم پوشیدن از حقیست، چون حق مالکیت میگه تو حق داری در امور کشور این به اندازه یک فرد دخالت کنی، ولی چون خودت نمیتوانی بیاد نمایندگی بده دیگری برات بکنه، در واقع حق ازش میگیرم. یک دفعه اینجا باید از این حق چشم بپوشه. یک دفعه دیگه رهبران احزاب میان از دست این نمایندگان اینا رو میگیرن. در واقع وقتی رب مجلس دستور مردم اطاعت نمی کنه، دستور رهبری حزب رو اطاعت می کنه. خب پس در واقع این چه از دموکراسی؟ بفرمایید دیکتاتوری رهبران احزاب. این دلیل اولشون میگن اینها یک نخبه سالاری رو بر جامعه به جای مردم سالاری حاکم میکنه. دلیل دومشون اینو میگن حزب کارش چیه آقا؟ برای چی اصلا تشکیل میشه؟ برای اینکه قدرت رو در دست بگیره و اعمال قدرت بکنه، از طریق به اصطلاح در دست گرفتن قدرت حکومتی امور رو اداره کنه، به هدفهای خودش به اصطلاح برسه. جامعه چیه؟ کارش چیه؟ جامعه ابراز نیازهایی داره، اصلا حزب بابت اون نیازها به وجود میاد. خب جامعه نیازش رو ابراز میکنه، حزب از این نیازها رو مجوز سازماندهی خودش قرار میده و طلب رأی از مردم. حالا که تشریف فرما شد اونجا رأی مردم دادن چه کار میکنه؟ بعد تشریف میبره اونجا اعمال قدرت میفرمایم. در واقع این نیازهای مردم اغلب بی جواب میماند، فقط این نیازها وسیله ای میشوند برای اینکه اون قدرت ها به عنوان که ما میایم نیازهای شما رو برمی آوریم، اون سازمان های سیاسی به قدرت برسن. همچه که به قدرت رسیدن اون قدرت خودش ایجابات خودشو داره، اوامر و نواهی داره. اینجور نیست که اونجا که رسیدی دولت شدی فقط بتوانی هر نیازی شما بر بیاوری. اول نیازی که اون قدرت داره اینه که خودش رو به اصطلاح حفظ کنه، و چون خودش غالبا حفظ خودش مغایر است با برآوردن نیازهای مردم، اینه که غالبا از این بر وعده میدن. وقتی هم که قدرت نرسیدن غیر صادق هم نیستن، نخیال کنید که عمدن دروغ میگن. بعضی مواقع مقداری به عوام پریبی فلان میکنن، ولی گمان میکنن که میتوانن این کارها رو بکنن. جز اینکه وقتی میرسن به قدرت نه، میبینن نه خیر، او قدرت خودش ارتش مثلا لازم است. قبل از این قدرت به اونجا نیست که ببینه که سازمان اداری گله‌گشاد لازم است، بودجه اداری میخواد، بودجه نظامی میخواد، بودجه فلان میخواد، جاسوسی میخواد، چی میخواد، چی میخواد، چی میخواد. وقتی پایینه اینا تو ذهنش نمیاد، این نیازها میاد که بحث من میام این کارا رو میکنم اون کارا رو میکنم. همچه که میرسه به قدرت میبینه نه خیر، اون خرجا مقدمن، خرجا که مقدمن این نیازها میمونه. این که دائم به اصطلاح حزب با جامعه در ارتباط به عنوان نیاز، نیازهای جامعه با قدرت در رابطه است به عنوان اینکه این باید به اصطلاح اون رو به دست بیاره. خب غالبا اون طرف انتخاب میکنه، طرف قدرت انتخاب میکنه، چون اگر اون انتخاب نکنه اون ادارهی که باید بکنه نمیتوانه بکنه، این یکی رأی هم به دست نمیاره. حالا یه مقداری کم و زیاد کارهای مردم را میندازه، بابت او باید دوباره میاد میگه حالا اون بقیهش هم برات بعد انجام میدم، فعلا رأی بده. اینجوریه. نتیجه میشه و دلیل سوم این است که نتیجه میشه که به تدریج مردم از سیاست زده میشن. هی رای میدن، به چپ رای میدن، میبینن آمد به قدرت نشد، اون چی وعده ها نکول شد. بعد به راست رای میدن، میبینن که بازم نکول شد. هی یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه، یه نست، دو نست،
آخر سر میگه بابا اینا که سلطه یک کرباسن، چه رأی بدی چه ندی، این که غالبا 40-50% اصلا نمیرن رأی بدن، اون بقیه هم که میرن رأی میدن از ناچاری، میگن جهنم. حالا باز یه برای چیزای خوب کرده باز در زندگیش، میگه تو خانواده ما سنت مثلا ما به چپ رأی بدیم، میشه اینجوری رأی ها. انتخاب به معنای درست کلمه دیگه نیست که کسی بسنجه ببینه، حالا میگه این عادت شده دیگه، میگه تو خانواده ما اینجوری رأی میدادن. میشه مثل بقیه جای دنیا که به دنیا میان مثلا مسلمان، به دنیا میاد مسیحی، اینجا هم به دنیا میاد چپ، به دنیا میاد راست، اینجوری میشه. ها یه دلیل بعد میاد دنبال این که خب حزب سالاری جانشین، به تدریج جانشین مردم سالاری میشود، به لحاظ این که در واقع این حزب ها قرار میگیرن بین دولت و ملت دیگه، از طریق این حزب هاست که دو ملت به اصطلاح میخواد بر دولت چی بکنه، در دست بگیره، نظارت کنه امورش رو. خب این حزب ها به تدریج که جامعه عادت کرد به اینکه از طریق اینها به دولت به اصطلاح اعمال حاکمیت بکنه، اینها میشون متولی. در واقع مردم سالاری جای خودشو میده به حزب سالاری. یک استدلال دیگرشون این است که جا اعذاب در آغاز هر تحول اجتماعی جلوتر از مردم هست، ولی به تدریج که تحول پیش می رود عقبتر می مونند، انطباق خودشون رو با تحول جامعه از دست می دهند، می رسه کار به جایی که اصلا هیچ نمایندگی از جایی نمی کنند. مثلا حزب کمونیست فرض کنید، در آغاز تشکیل که تازه صنعت به وجود آمده بود و فلان و کذا، طبقه کارگر و رنج و فلان این حرفا نمایندگی داشته، جلوتر بوده، برای یه شعارهایی میداده که او کارگر اون وقت این چیزا رو نمیفهمیده. حالا آمده ماورای صنعتی شده، اصلا به اون معنا کارگری باقی نمونده، به اون معنا که اون وقت مدعی بودن سرمایه‌داری وجود نداره. امروز مالکیت سرمایه هیچ گویایی نداره، کسی حق تصمیم داره؟ مثل این آقای جوانی یک بانک 100 ساله رو داد به باد، یک دینار هم اونجا سرمایه مالک هیچی نبود، یک کارمند بود، ولی حق تصمیم با او بود. یک تصمیمی گرفت داد به باد، بانک رفت به کارش، بعد از 100 سال هم بیشتر عمر داشت. حالا شما آمدی روی این که طبقه کارگر اینو، مالکیت وسایل تولید اونو، زیربنا اینو، روبنا او، یه حزبی درست کردی. فرض کنید که 80 سال پیش، 80 سال جامعه آمده جلو شده ماورای صنعتی، تو هنوز تو اون فکر موندی؟ الان هیچ انطباقی با واقعیت امروز نداری. نتیجه اینه که علت دوام جامعه حالا میخواد انتخاب بکنه، انتخاب در واقع نداره، برای اینکه جامعه الان در وضعیت امروزی که هست، حزبی که بیان کننده وضعیت امروزش باشه نیست. اما احزاب لیبرال هم از اون بار همینجور وضعیتی دارن، یه حرفایی میزدن در عهد آدم اسمیت و اون ریکاردو و این حرفا، که الان هیچ حرفای سطح یه قاضی است، خریداری چیزی نداره. زهر آقا فرض کنید آقای شیراک، واقعا این نماینده چه طرز فکری میکنه در جامعه فرانسوی؟ این یه وضعیتی میشود بلبشو، اون بلبشوی که شما میترسیدی اونجا الان از اینوری درست شده، یه جامعه درست شده که رأی میده اصلا نمیدونه به کی رأی میده، برای چی رأی میده، چپ کیه راست کیه، هویت های روشن اینا دیگه براشون نمونده. حالا نظر سوم میاد و میگه که تجربه میگوید که سخن این مخالفین حزب راست از آب در آمده، برای اینکه در همه جامعه ها این اولیگارشی ها، یعنی این هرم احزاب وجود آمده و اون رهبران اینا هم تثبیت شده. و الان شما در همین فرانسه نگاه کنین، این 34 سالی که من اینجا هستم، عملا رهبران سیاسی اینا تغییرات عمده ای نکردن، اشخاص تازه مازه اصلا نمیگذارن روش کنه، همچه تا ببینن ها یارو سر گوشش میجنبه ممکنه یک دونه براش میسازن، همچه با کله میزنن زمین که بره اونجا که عرب نینداخت. حالا عرب کجا نمینداخت؟ خودم به سابق در ایران میگفتن بره اونجا که عرب نینداخت. در حال نتیجه این شده که این جامعه های غربی معلومه چند تا آدم هست، در واقع اینجوریه، چند تا کله این برن و چند تا کله اون برن، وقت انتخاب میشود این بر قشونش میکشه میاره و
اون برم قشونشو میکشه، این پولاشو داره، اون پولاشو داره، این تبلیغاتشو داره، اونم تبلیغاتشو میکنه. مردم بیچارن باید بین این دوتا انتخاب بکنن. حالا این انتخاب که شد دیگه بقیه عملا، حالا آقای شیراک شده اکثریت تو مجلس داره، هرچی آقا هم بفرمایند اونا اونجا اجرا خواهند کرد. آیا یه قارقوری هم گاهی بکنند بالاخره نمیتونن جلو رئیسشون بیستن و این واقعیت. اما این دلیل نمیشود که ما بیان بگیم که بدون حزب میشود دموکراسی داشت. استدلال عمده اینها این است، میگم به این که جامعه های بشری که نگاه بکنید اینها قربانی یک بیانی هستند فریبکارانه، به اصطلاح عامه پسند و عامه فریب. کلی فرمایشاتی میفرمایم قابل تجربه هیچ نیست. جامعه بپرسی خب این خوشم میاد اما بخوای اینو به عمل در بیاری، قابل این که به عمل در بیاد نیست. حالا مثال میزنم برای شما، در ایران بعد از انقلاب از مدتی به این طرف میگویند که، روز با خانم صحبت میگردیم، میگویند که دوره شعار سر آمده، دوره شعور شده. خب از بس شعار دادن و عمل نشده الان جامعه ما حساسیت هم پیدا کرده. این که دوره شعار نیست پسند مردم میگه خسته شدیم دیگه، شعار میدید دیگه نمیدونیم چی به چی، اصلا معناش چیه. و شعور هم که خود شعور هم از همیشه در تاریخ بشری شعور کلمه با ارزشی بوده، ارزش بوده. خب این یه جمله است، حالا میخوایم اینو به عمل در بیاریم، چی در میاد از عمل؟ دوره شعار نیست، دوره شعور هست. یعنی چی؟ هیچ معنی نداره، یعنی شعاری نیست که شعوری نساخته باشه، یه حرف بیکلی بی‌معنیست. ولی عامه پسنده، بخوای به عمل در بیاری و قابل به عمل در آوردن نیست، هیچ قابل تجربه نیست. دلیل اینکه تا حالا نتونستم بگن خب این شعار نشعور بله یعنی چیه، بالاخره در عمل میشه میشود چی. حالا یک مثال دیگه میارم برای شما، مثلا میگیم آزادی. آقای خمینی دائم میگفت اسلام. خب محتوای این اسلام چیست؟ شما فهمیدید تا امروز؟ هیچ کس نفهمید. ادعا هم گفتن آزادی، اونا معین نکردن محتوای آزادی چیست. حتی شما شعارهای خیلی زیبا و عالی هم بدهید ولی نتوانید بگید به چه ترتیب این به تجربه در میاد، می شود یک بیان عوام فریبانه. بیان عوام فریبانی اصلا این است، استفاده میکنه از اون چی که باب پسند مردمه، اون رو میکنه تکی کلام و هیچ وقت هم تن به این نمیگه که این رو به چه صورت، چون در اونجاست که معلوم میشود که این اصلا حرف شدنیه یا نشدنیه و غرض این گوینده چیست، چه نوع آزادی رو قبول دارند و پیشنهاد میفرمایند، اسلامی که میگویند چیست محتواش. اگر آمد و گفت که آزادی یعنی این، مثلا یعنی این که مردم ایران مثلا آزادید شما در رأی دادن و نماینده انتخاب کردن، حالا بذاریم به تجربه این آزادیتون هم اینجوریست، هر کس این سن داشت و اینجور شرایط داشت میتونه رأی بده، هر کس به کسانی هم که این شرایط داشتن میتوانید رأی بدید. این میشود به اصطلاح میگوییم که این بیان از اون حالت عامه پسند و عامه فریبش به در آمد، به این قابل تجربه شد، مردم میتونن عمل کنن ببینن به اون ترتیبی که این آقا میفرماین یا این حزب میگوین قابل عمل هست یا نه. اگر عمل کردن دیدن قابل عمل است، خب این میگن خب حرف منطقی است شده، یا قابل اصلاح است در عمل معلوم شد تجربه کم و زیاد شد فهمید و اصلاح کرد، خب این حرف پسندیده است. چنان که قرآن ما اینجوری است، پیغمبر ما اینجوری اسلام میاموخت، حرف کلی نمیزد، بگه بگو لا اله الا الله تفلهو. خب چی؟ لا اله الا الله ای به عمل در نیاد یعنی چه؟ خدا یکیش نیست، خدای مگر یکی؟ بله این نیست خدا مگر یک خدا، اگر همین رو تبدیل نکنه به یک رشته واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات و مباهات به اصطلاح پنج نوع عمل در نیارد، هیچ معنی نمیشه توحید چیز توجه شو؟ خیلی خوب. حالا اینها میگویند که اگر کسی آمد گفتی حزب
آقا وجود حزب این مخل دموکراسی است، برای اینکه مردم مستقیم نمیتوانن اعمال حاکمیت کنن. خب تجربه خود این که بدون این حزب چگونه مردم اعمال حاکمیت میکنن، اونی که تجربه به خود دیده جامعه های بشری بناپارتیزمه. یعنی یک آدمی آمده در جامعه حرفای عام پسند زده، مردم به او اقبالی کردن، حالا توتالیترها همه اینجوره، حالا بناپارت البته توتالیتر نبود، مستبد بود اما توتالیتر نبود، و غالبه یعنی همه توتالیترها بیان عام پسند عام فرید دارن، هیچ وقت اون مردم نمیتوانه اینا رو به عمل در بیارن. مثل جامعه بی طبقه آقای استالین، میگه آه برو تا قیامت اونجا من در فلان کارو فلان کارو کردم، اون وقت شما اون جامعه خواهید شد و بهشت بر این در اونجا تشکیل خواهد شد. اما اینکه به طور تجربی الان این کارها را میکنی و میروی به اون طرف، نه تو حرفایشون نبود، چون اینا رو باید گذاشت آقای رهبر حزب و حزب تراز کذا به نام مردم انجام بدن. پس حزب نباشد تا مردم اعمال حاکمیت کن، اون چی که تاریخ به خودش دیده توتالیتاریسم های مذهبی است، مثل قرون وسطا کلیسای مسیحی، مثل الان کشور خودمون، مثل توتالیتاریسم های کمونیستی، فاشیستی، نازیستی، خیلی به اصطلاح دیگه چیزا، مثل حالا در دوران خود ما مثل رژیم چه بود در آرژانتین، پرون در آرژانتین، ناصر در مصر، اینها به اصطلاح دیکتاتورهای پاپولیست بودن یا به اصطلاح عامه پسند بودن. او توتالیتراش دیگه خیلی قلیشترن و اونورتر. تجربه اینه میگه. غیر از این تجربه دیگری پیشنهاد شده برای اینکه مردم منهای حزب و منهای سازمان به امورشون و اعمال حاکمیت بکنن، که ما بگیم این جا فلان تجربه شد اینجوری، نه نشده. پس خود شما هم که چیزی پیشنهاد نمی کنید، خطاب به اونایی که مخالفن. بنابراین حرف شما یک سخن پوپولیسته، مثلا عام فریب و عام پسنده. قابل این نیست که ما بیایم به تجربه در بیاریم بگیم که این به این صورت تجربه که شد میشه این. پس سازمان لازمه. خب حالا این سازمانی که لازم هست، البته ما راجع به این بیان در فصل چهارم مفصل بحث دوباره برمیگردیم، تو همین سر مقاله هم که این دفعه میاد در همین زمینه بحث کرده، مشخصات دیگری هم که الان اینجا مجالش نیست اونجا عنوان کردیم. اینها میان میگوین به این که چند تا واقعیت رو در نظر بگیریم، در اساس او ببینیم که حزب سیاسی جدید منطبق با واقعیت های جدید چه مشخصاتی میتواند داشته باشه. یکی از اون واقعیت هایی که ما الان باش سر و کار داریم این است که پایگاه اجتماعی احزاب سیاسی هم که قبلا شنیدید متلاشی شده. لا الان در حال حاضر لایه‌های بزرگی از جامعه نه کارگران نه کارفرما، در حال حاضر احزاب سیاسی از رای دهندگان مستقل شدن و یه تبدیل شدن به یک گروه‌های رهبری کننده که مردم باید بین اونها انتخاب بکنن. حزب‌های سیاسی معرف طبقات اجتماعی بودن سابقا و حالا کارشون شده پیشنهاد میکنن یه طرحی، این میاد میگه من اینجوری بیکاری رو حل میکنم، اونم میاد میگه من اونجوری حل میکنم. در واقع یه دسته های پیشنهاد دهنده ایت شدن. در جامعه های ما به اصطلاح اون چه که بهش می شود گفت جامعه سیاسی، یعنی احزاب و طرفدارانشون یک اقلیتی شدن، بقیه جامعه شده منفعلان سیاسی یا به اصطلاح کسانی که بی طرف هم مثل لاغیدن از نظر سیاسی. خب چون به این واقعیت هم هست که اینا به تدریج بیشتر وابستگی پیدا کردن به قدرت تا به جامعه، نتیجه این که در معرض فساد قرار گرفتن و ما امروز مواجهیم با فساد در رأس سازمان‌های سیاسی، فسادهای مالی جنسی همه جور. حزب برای خدمت به جامعه بوده درسته، اما الان جامعه رو کرده وسیله هدفهای خودش، از در هدفهاش فقط دنبال اینه که به جامعه میینه چی نیازی داره، از اون چه جوری میتونه بهره برداری کنه. کمتر در پی این است که ببینه که چگونه میتونه به نیازهای جامعه پاسخ پیدا بکنه.
میگویم علت اینکه احزاب سیاسی پاسخهای روشنی برای مسائل جامعه پیدا نمی کنند به دلیل است که نمیرند دنبال تا پیدا کنند و بعضی خیلی بدبینتر هم میگن اصلا نمیخواهند که پیدا بشود، برای اینکه اگر این نیازها حل بشه اینا نمایندگی چی بکنند؟ چجوری بیا بگه 3 میلیون ها داره فرانسه چنین چلان میشود؟ راست افراطی میترسونه از چیز، دروغ میگه. اگر امروز همه اینای خارجی ها را از فرانسه بیرون کنن، اول عزادار آقای لوپنه، برای اینکه خب بعد فردا بگه چی بابا چی ایشون حزبم، بگه به من بابا چی رای بدید میرد بین. پس اون همینه میخواد باشه، اینم نقشه بزنن که بابت اون رای بیاره. اونم که میگه بیکاری، نمیخواد مسئله بیکاری حل بشه، برای اینکه بدبینای نمیگن ها، خوشبینا میگن که نه اصلا اینها به اصطلاح چون یه خط دیگه رفتن در پیش گرفتن، اصلا اون چیز رو ندارن، نمیتوانن بفهمن این نیاز تو جامعه نیستن، اصلا ببینن این نیازهاش چیه، چجوری میشه برای اینا راحت کرد. اینا بیرون جامعه، از بیرون مثل اینه که شما میده پیش یه طبیب میگی دردم اینه، اونم میده چند تا برات عکس مرداری و من تجزیه و فلان 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 فلان، بعدم میگه اینم نسخه، میگه برو علاج کن. اما این در درون شما که نیست. حالی که حزب سیاسی نمیباید کارش مثل یه طبیب میبود، باید کارش مثل خدا آدمی میبود که در این در واقع از درون جامعه میتوانست گزارش کنه و نمایندگی کنه. اینا درست. و دلیل دیگه میارم و میگم به این که سابقه بر این احزاب سیاسی حتی احزاب انقلابی برای یک هدف هایی بودن، حالا همشون شدن بر ضد این، بر ضد اون است، اونم بر ضد اینه. اگر بخوان که ضدیت با هم نکنن و فقط بگن ما آمدیم این برنامه رو داریم این کارا رو میکنیم، رأی کم هم میارن. در انتخابات باید به هم بپرن تا رأی بیارن. حتی در این انتخابات آخری گفتن آقای این بلادور عقب یه ذره افتاد به دلیل اینکه دیر جنبید در پریدن با آقای شیراک و اون حسابی به این چپورا پاچه ای رو گرفت، پس او آمد از این افتاد جلو. چون جامعه دیگه برای اینکه بفهمه که کی به کیه هویت تشخیص بده فقط مونده این، چون اونی که میگن برای خیلی قابل تشخیص نیست که مثلا حرف این آقا با اون آقا گردم از یه حزب هستن چقدر فرق داره که این بگه به این رأی میدن به اون رأی نمیدن. باید ببینه این در ضدیتی که با هم میکنن چی میگن، اون از او به تمامی تشخیصی بده. خب این سبب شده که یه ما به اصطلاح جامعه به تدریج هم در این حالی که میگه بیکاری فلان فلان رنج میبره و میخواد اینا راه حل پیدا بکنه، خودش هم یه نوع حالت گیجی پیدا کرده. نه همه درست، حالا مجموع اینها شده وضعیت بحرانی کلونی که اسمش از بحران عمومی حزبی سیاسی و فلان. خب راه حل، راه حل یه راه حل هست که ما بعد از دیدگاه خود طرح میکنیم، یه راه حل هست که اینها پیشنهاد کردن. اینها میگویند به این که راه حل اول این است که احزاب سیاسی برداشت خودشون رو نسبت به مردم تغییر بدن. این قدم اوله. یعنی چه؟ یعنی اینکه اصلا احزاب سیاسی در آغاز تشکیل مثلا صد یک قرن پیش با چه فرضی تشکیل شدن؟ بر این فرض تشکیل شدن که اینها مردم نقطه‌ای خودشون رو میدونستن که امور رو میشناسن، راه حل ها رو میشناسن، ایدئولوژی ها رو میشناسن، مردم را هم میگفتن نادانن. پس اینها سازمان های سیاسی تشکیل میشدن در حال در واقع یه نوع حالت قیمومت که اینها برای هر کدوم مثلا بورژوا، حزبای بورژوا، بورژوازی رو میخواست قیمومت او رو داشته باشه، حزبای چپ میخواست قیمومت کارگر، دهقان، پیشه‌ور، این جور چیزا فشار رو داشته باشه. تشکیل میشدن و از اون به اصطلاح مشتریای خودشون میخواستن که به اینها رأی بدن. اینها هم بر این اساس که اونها نادانند و چیزی حالشون نیست امور اونها رو تصدی میکردن. این قیم خب نه، این دید خوی دیدیست که حق به جانب اوناست که میگن حزب مخل دموکراسی، برای اینکه خب شما آمدی از نمایندگی از مردم بگیری، بعد میگه خود مردمی که حق مال اونهاست نمیدونن، نادانن، بیشعورن،
و خب به چه نمایندی بدو از روی شعور چجوری به تو رو انتخاب بکنم؟ بس تناقض میگی دیگه. احزاب سیاسی میباید اولا برون خود رو نماینده به صلاح رابطه با مردم رو تغییر کنن به عنوان نماینده شعور، حالا هر قشری یا اگر در سطح ملی میخوان عمل کنن، به هر حال نماینده یک شعوری خودشون رو بزنن. نبگن ما هستیم به دلیلی که مردم بیشعورن، شما هستید به دلیلی که مردم بیشعورن. زمانش خود سر آمده، الان در این دور و این اوضاع احوال حزب سیاسی با اون دید به کار دموکراسی جامعه های ماورای صنعتی نمیاد. باید دیده کنم گیریم به این که برفرض اینم که شما راست میگفتی، اصلا حزب سیاسی کارش این است که شعور عمومی سیاسی عمومی میره بالا ببره، نمایندگی به تدریج به تمام نمایندگی اگر هم روز اول نبود بشه نمایندگی شعور عمومی، نه اینکه یک کاری بکنه به تدریج اینقدر فاصله بگیره که اصلا دیگه واسه اون مختصر شعوری هم که روز اول برای مردم قائل بود دیگه حالا قائل نباشه، بگی کارا تخصصی شده و شما مردم، حتی تو سندیگاه ها میگه اینجوریه، میگه کارا تخصصی، شما کارگر عمومی چی میفهمید؟ شما هیچی، ما همه میدونیم کار چیست و رقابت صنعتی چیست و چی چیست، همینا رو بلدیم، متخصص باید داره کنه، شما هم که نمیفهمید چی به چیه، و برو دنبال کارت بگه فقط عضویت تو بگیر در سندیکا و رأیت بده و تاعت بکن، فضولی هم نکن. این ترتیب فسادآور است، این رابطه باید تغییر بکنه. به اصطلاح میگویم اون چه بوده نتیجه ای که یکی از بحرانهایی که به وجود آمده این است که به تدریج احزاب و سیاسی مردم رو که سالار باید میبودن تبدیل کرده به توده ها و خودشون هم شدن نخبه ها، ید تکنوکرات، بوروکرات، دیوان سالار و فن سالار، اینها در واقع امور جامعه افتاده است اینا. حالا این دفعه آقای شیراک در انتخابات ریاست جمهوری با استفاده از همین استدلال ها یک بیان عام پسند و عام فریب ساخت، آمد گفت دوره تکنوکرات ها که تصمیم بگیرن و بوروکرات ها تصمیم بگیرن سلامت، تصمیم رو من میگیرم به نمایندگی ملت میگیرم، تصمیم باید سیاسی باشه چه. اما هیچ نبرمودن که این چگونه میشود تصمیم سیاسی گرفت بر بوروکراسی و تکنوکراسی تحمیل کرد، هیچ بیان نفرمودن. حالا که رسید به عمل معلوم شد خیر همون کاسه است. در اینکه در قضیه اتم آقا آمد به تلویزیون گفتن خب این چند تا تیر باید در کنی که این آزمایش معلوم میشه کی، نظامی ها خب میل دارن به زیادت، گفت نظامی تصمیم نمیگیره، متخصص ها، و تو که روز اول گفتی که قرار بود که متخصص ها تصمیم نگیرن، تو تصمیم سیاسی بگیری، حالا قرار است متخصص ها ببینن به تو بگوین تو طبق اونا عمل بکنی، خب در واقع ولایت متخصص هاستی که ولایت چگان نبود، بعد چی آمدی گفتی که من میخوام این حکومت سیاست رو از دست تکنوکرات ها و بوروکرات ها بیارم بیرون، شعار میدادی به اصطلاح شعاری که قابل اجرا به اصطلاح در تجربه قابل تجربه نیست، لنگه به کلی نیستا در بیان ایشون به صورت قابل تجربه پیشنهاد نشده بود. خیلی خوب، پس اونها میگوین که حالا توده ها الان تو دنیایی که ما هستیم جامعه های ماوراءصنعتی گذاشتیم اسمشو، بله هست ماورای صنعتی از جهت پیشرفت های فلان فلان، اما عامه مردم شدن توده ها، مس توده، هیچ هویت ندارد. الان جامعه فرانسوی چی هویتش ندارد؟ این باید از این حالت بیا بیرون. خب چگونه بیاد بیرون؟ خب اول میگویم قدم به قدم به اصطلاح ما میدونیم که زبان، چون خود ما انتقاد کننده این میگیم زبان پوپولیست این است که چیزی قابل تجربه ی عرضه نمی کند، پس خودمون نمیخواییم از اونا باشیم. قدم اول این است که باید حزبها از درون روابط غیر دموکراتیکشون رو تبدیل کنن به روابط دموکراتیک. یک این حالتی که گفتیم اون رهبران سیاسی محبوبیتشون رو توده این مردم وسیله میکنن برای حفظ موقعیتشون در حزب، حفظ موقعیتشون رو در حزب وسیله میکنن برای اینکه تو جامعه بیان با ما رهبر خود رو عرضه کنن و حاکمیت بکنن. این ترتیب باید از بین بره، حزب باید تبدیل بشه به یک سازمان دموکراتیک که در اونجا
بهترین استعدادها میتوانن بیان رو. این حزب میباید در قدم دوم جای خودش رو در رابطه قدرت و جامعه تغییر بده، بره روی این که نمایندگی کنه از جامعه، در حالی که در حال حاضر داره نمایندگی میکنه از قدرت. حالا در جلسات بعد به تفصیل اینا رو میرسیم به این که اینا که الان میگن وقتی پیاده کنید چجوری میشه ترتیبش، ولی اصولی که پیشنهاد میکنن این هاست. حالا به هر حال قدم این سومی که پیشنهاد میکنن، میگن خب این نادانی مردم یه امر عمومیست، فرض کنیم قبول کردیم با شما که این دیرپا هم هست، به این زود و امروز و فردا مردم علما نمیشوند و شعور سیاسی کافی که مستقیم شرکت کنن پیدا نمیکنن. اما قدم سوم این است که شما میباید که سازمان سیاسی تبدیل بشود به سازمانهایی که کارشون این ارتقاء شعور عمومی است، نه به عکس. شما به کلی حزبای سیاسی الان کارتون شده این که نکنه مردم چیزی رو بفهمن، در نتیجه این که شما رهبرانی که الان حتی توده های حزبیتون اینجوریه، کاری میکنه که توده های حزبی چیزی نفهمن که شما اون بالا دائم بمانید. نه، کار چون به سرعت تحول میکنه جامعه، کار سازمان سیاسی باید این باشه که با همون سرعت جامعه رو از نظر شعور عمومی بیاره بالا، به اصطلاح تبدیل بشه به محل اینکه جامعه مستقیم بتوانه در اونجا به فهم مسائل دسترسی پیدا کنه. حالا اینا به مورد تفصیل در جلسه بعد بحث میکنیم، برای اینکه این در واقع قسمت هم شیرین بحث ما خواهد بود، هم کارآمده برای کسانی که میخواهند تجربه سازمانی سیاسی جدیدی بکنند. این خلاصه بود از گفت و شنودهای در غرب راجع به احزاب سیاسی.